ما میتونیم اون تغییرات بیرونی رو تبدیل کنیم به تحول که یک تغییر درونی هست، یعنی همراه با آگاهیه. ببین، من اگه میخواستم درگیر قضاوت آدما باشم، هی توضیح بدم اینطوری درست بوده، اینطوری درست نبوده، یا اینجوری بودم یا اینجوری نبودم، بعد نصف از زمانم رو از دست میدادم براش. من خودمم، بقیه هم وقت دارن منو قضاوت کنن، اوکی، ولی من وقت ندارم جواب بدم. دیگه نگاه میکنم به قضیه، میخوام نظر تو رو بجور این قضیه بدونم. ببین، این چیزایی که تو میگی همه در تئوری خیلی چیزای مشخص و قشنگی، ولی کن اکثر افراد نمیتونن بهش برسن، یه علتی داره. علتشی... حالا میخوام اینو ازت بپرسم که این تمرین چه خواهد بود و این ظرفیت ها رو چجوری میشه گسترش داد، چجوری میشه به این نتیجه رسید که آقا جان من نه اهمیت میدم به قضاوت شدن و نه دلم میخواد قضاوت کنم کسی رو، در نتیجه حواسم به کار خودمه و حالا میفتم توی اون خطی که این تجربه منه، این خوبه، از این استفاده میکنم برای اینکه بهترش بکنم، یا اون رو استفاده میکنم دیگه تکرار نکنم که بعدی دیگه داشته باشم. این تمرین ها چه خواهد بود؟ ببین، اولین بخش اینه که من بپذیرم که دارم تو مسیر رشد میرم و کامل نیستم. این اولین قدمه. مشکل ما از اونجای شروع میشه که از خودمون انتظار اون تمام بودن کامل رو داریم، در حالی که همچین چیزی نیست. دومی مسئله اینه که فکر میکنیم برای مثلا لذت بردن از همین جرعه آب حتما باید 1-2-3 اینا رو کنار هم بچینیم، میدونی؟ در حالی که نه، این منم و تجربه من با تجربه تو فرق میکنه. این منم و من میخوام از این لذت ببرم الان، هر چیزی که هست. خب، و بعد از اون در لحظه حضور داشته باشم، مایندفول باشم نسبت به هر اتفاقی که داره میفته. ببین، وقتی که من میگم مایندفول باشیم، خیلی از اوقات همیشه برمیگرده به هم که خب، یعنی که ما اصلا برای آینده برنامه ریزی نکنیم. اگه اینطوری باشه که من همین جایی که هستم تنبل میشم دیگه حرکت نمیکنم، ما برای آینده برنامه ریزی میکنیم، از گذشتمون هم یاد میگیریم، ولی تو لحظه زندگی میکنیم. خب، یعنی من اینجام الان با شما، ولی هدفام هم دارم، ولی الان که اینجا هستم فکر نمیکنم که اوه اگر من اون کارو میخوام بکنم چه کار کنم، وقتی لحظه رو از دست میدم. یا حتی اگه فکر کنم که اوه سال پیش چرا این رو گفتم، یا حتی یک دقیقه پیش چرا این کارو کردم، باز این لحظه رو از دست میدم. قصه اینه که من اینجا نگاهی به گذشته دارم که یاد بگیرم و یه نگاهی به آینده دارم که کجا میرم. دقیقا مثل رانندگی، ما وقتی نشستیم پشت ماشین داریم در لحظه رانندگی میکنیم، حواسمون هست از گذشته که میخوام بپیچم مثلا راهنما بزنم، به مقصدم هم حواسم هست که جلو اگر چراغ قرمز شد وایسم، ولی هیچ وقت نمیرم فقط به جلو نگاه کنم چراغ قرمز میشه یا نه، در صورت تصادف میکنم. یعنی همیشه یک زاویه وسیع تری رو نگاه میکنم، ولی در لحظه حضور دارم و ماشین خاموش نمیکنه، میتونم حرکت بکنم. همه اینها هست، به اضافه اینکه ما گاهی اوقات اتفاقا نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی به اینکه البته اتفاقیش مورد اشاره نکردی، مرسی از این اتفاقی بودن. نکته خوبی رو اشاره کردی بهش و اون این که ما چجوری میتونیم مقایسه نکنیم و مقایسه نشیم. من فکر میکنم اولین قدم اینه که مقایسه نکنیم. به این باز دوباره ما یه مفهومی داریم در روانشناسی به نام فرافکنی یا پروجکشن. فرافکنی اون چیزی است که ما خودمون در خودمون داریم تجربه میکنیم و دوست نداریم ببینیم به دیگران فرافکنی میکنیم. اگر من خودم قضاوت نکنم، چقدر احتمال داره که به قضاوت دیگران اهمیت بدم؟
تقریبا صفر. زمانی که من برام مهمه که بقیه چی میگن، البته این رو بگم، همه ای ما دوست داریم تایید بگیریم، یعنی الان اگه شما بگیم بچه چیز خوبی گفتی، خب من خیلی لذت میبرم، ولی اگه این رو بگم که شما به من بگی چه چیز خوبی گفتی، دیگه خودم نیستم، اصالتم رو از دست میدم. من زمانی میتونم خودم باشم که به خاطر خودم، به خاطر اون باور خودم حرف بزنم، نه به خاطر خوش آمد دیگران. اونجاست که دنبال تایید بودن منفی اذیت میکنه، اونجاست که دنبال تایید بودن برای من میشه مانع راه، نه اینکه راه گشا باشه. بلا همه ما نیاز به این تاییده داریم، انسانهای موجودات اجتماعی هستن. گاهی فکر نمیکنید که یه جای دیگه بر ما تعیین کردن که روش درست زندگی اینه؟ یعنی برو مدرسه، برو دانشگاه درس بخون، بعد برو وارد بازار کار شو، این وسط خانواده تشکیل بده، بعد همین برنامه‌ای که رفتی و بریز رو بچه‌ت. و ما گاهی فکر میکنیم وقتی تو این برنامه نیستیم عقب موندیم. یه سری دستاورت های، یه سری افکار رو خودم شخصا فقط دخالت داشتم توش، مثلا اینکه من رشته تحصیلی ما انتخاب کردم، یه سری چیزها رو از بچگی این توی ذهنم بوده، شاید اسمش رو بزنیم اون کهن الگوه. برای من تغییر از اون کهن الگوه که از پدر و مادر من و از خیلی قبل‌تر اومده خیلی سخته. شاید این یه سیکل زیبایی باشه، شاید بشه اینطور بررسیش کرد، نظر تو رو میخوام بدونم، که این فردیت، خود بودنی که تو داری جلو صحبت میکنی و اون مایندفولنس در لحظه زندگی کردن، این دوتا یه جورایی مکمل همدیگر و همدیگر رو تقویت میکنن به طریقی. یعنی تو وقتی در لحظه زندگی میکنی به این فکر نمیکنی که این نتیجهش چه خواهد بود اگر قضاوت بشم، و بعد به این بپردازی که من همین هستم که هستم، با استانداردهای خودم قرار این کار رو انجام بدم، نه با استانداردهای کسایی که دارن من رو قضاوت میکنن. این دوتا هم دیگر یه جوری تکمیل میکنه توی سیکلی و میتونه با هم پیش بره توی این قسمت. ببین باهات موافقم. یه کوچولو من چون روی کلمات مجبورم با من یک روانشناس نگاه کنم. ببین این که حتی من فکر کنم مهم نباشه برامون آدمایی که قضاوت میکنن، باز من درگیر قضاوتم. ببین مثال همون درخت رو میزنم، این درخت نمیگه مهم نیست اون چیه، من خودم رو زندگی میکنم. این درخت خودش رو زندگی میکنه، همین. خب من اگر نگران این باشم که دیگران چجوری منو قضاوت میکنن، باز درگیر قضاوتم. یا نگران این باشم که یا کانسرن باشم، حواسم رو جمع بکنم به این که دیگران قضاوتم بکننم مهم نیست، باز من درگیر قضاوتم. میدونی؟ در واقع میخوام این رو بگم، اگه این رو قضاوت بگیریم، من میگم برام مهم قضاوت کنن اینه، یا میگم مهم نیست قضاوت کنن اینه، بازم به قضاوته چسبیدم. مهم اینه که اینجاست، قضاوته برام مهم نیست، من برای خودم میرم کارم میکنم میام. و اگر ما به این برسیم، متاسفانه جامعه اینو به ما نداده، پدر و مادرم ندادن، یعنی تربیت، جامعه، محیط، همه چی موثره برای اینکه ما رو درگیر این قصه بکنه. و خود ما هم وقتی با دوستانمون کنار هم هستیم باز درگیر این قضیه میشیم، و تحقیقات اینو نشون داده تو خیلی از موارد، حتی مثلا توی اختلال خوردن، دوستانی که توی یک جمع هستن و درباره رژیمای غذایی صحبت میکنن، در مورد مدلای مجلات صحبت میکنن، اینا اختلال خوردن رو بیشتر نشون دادن. توی جمع صحبت میکنن ولی اینها اختلال خوردن رو، و برای همین شما میبینیم معمولا آدمایی که با هم دارن حرکت میکنن ظاهرشون تقریبا یه جوره. خب برای اینکه اینها دارن یه مسئله رو با هم روش صحبت میکنن یا تمرکز میکنن. خب پس نکته این نیستش که برای من اون مهم باشه یا نباشه، نکته اینجاست که من میشنوم اگر کسی چیزی گفت، شاید حق دارن، اصلاحش میکنم، حق ندارن، اهمیتی نمیدم، رد میشم، ولی خودم مقصدم رو میدونم. مثل اینکه باز تو هم مثال سفر بیا برگردیم، من حرکت کردم به طرف مقصدم برم، یکی به من میگه که ماشینت پنچره، من نگاه میکنم اگه پنچره، پنچرگیری میکنم، اگه پنچر نیست حرکت میکنم،
وای نمیستم بگم حتما دلیلی داشته به من گفته. گیر نمی کنم توش. نگاه می کنم رد میشم میرم و دیگه اصلا یادمم میره. ولی اگر یکی به من بگه که تو خوب حرف نمیزنی، چه کار میکنم؟ گیر میکنم توش. فرداست چه دلیلی داشت حمید به من گفت تو خوب حرف نمیزنی؟ یک هفته دیگه است، میخوام یه جایی حرف بزنم یادم میاد حمید به من گفت تو خوب حرف نمیزنی. یک سال دیگه اصلا توی من نهادینه شده، به من میگن یه چیزی بگو من نمیتونم اصلا حرف بزنم. ببین مهم اینه که ما این بارای اضافه رو بر نداریم، با خودمون نبریم، در حالی که ما دوست داریم این رو تو خودمون نگه داریم. این اونجاست که مشکل ایجاد میکنه.